همکار محمد وزیری که اوزار دنبال میکنه اینجا با من دلیل اتخاذ این تصمیم چی بوده؟ خب این دلیل در واقع سال که در مورد جامعه کشمیر یعنی کشمیر به طور کل به خصوص کشمیر تحت کنترل هند وجود داره و طبیعتا از زمانی که دولت هندوگرای ملیگرا در واقع بی جی پی باهاراتا یا جاناتا روی کار آمده بیشتر شده در واقع بر اساس قانون اساسی هند و به خصوص اصل 370 یک اختیارات ویژه‌ای در واقع در خصوص این ایالت داده شده که به نوعی میشه گفت دست دولت مرکزی رو برای تعامل با این ایالت میبنده و طبیعتا دولت بی جی پی دست کم به خصوص ملیگرایان هندو از ابتدا باش مخالف بودند و هر به هر نحوی اون رو به اصطلاح یک نوع مشکل سر راه حضور دولت و مرکز در اونجا میدانستن که طبیعتاً سال‌هاست اختلافات هم ادامه داره و این تصمیم رو گرفتن خیلی تصمیم در واقع به نوعی حالا ناگاهانی بود چرا که ایده تصور میکردن کار دیگری انجام بده خب حالا چه تأثیری میگذاره بر وضعیت اونجا میدونیم که کشمیر از جمله مناطقیه که نارامی های زیادی رو شاهد بوده دو نکته رو میشه گفت یکی این که واکنش مسلمانان به طور کل در هند و از جمله کشور پاکستان همسایه در, در این خصوص همونطوری که اشاره کوتاهی هم کردید به پاکستان بخشی از کشمیر رو تحت کنترل داره و طبیعتاً میگه کل کشمیر یه نقطه دیگه برمیگرده به خود ایالت یعنی به خود ایالت جامعه کشمیر که در واقع با برداشته شدن اصل 370 به جز یک بند اون که اون بند میگه که در واقع جامعه کشمیر بخش جدای ناپذیر هنده بقیه رو که بردارن به اصطلاح مواد دیگری هم که شامل این قانون میشه از جمله اصل 35 الف قانون اساسی هند یا 35 ای که در واقع یک نوع اختیارات ویژه به مسلمانان و کشمیری ها در اونجا میده باعث خواهد شد که یک دولت مرکزی بتواند راحت تر با اونجا تعامل داشته باشه اگر میخواد نیروی بفرسته راحت تر اون نیرو رو بفرسته اگر میخواد کار دیگری بکنه راحت تر این اقدام رو انجام بده و از جمله اینی که الان بر اساس این اتفاقی که افتاده غیر کشمیری ها که بر اساس اصل 35A مشخص بود چه کسانی کشمیری هستند الان میتونن در کشمیر برن میتونن در کشمیر معاملات زمین و خانه داشته باشن شرکت ها میتونن غیر کشمیری ها هندو ها مثل هر یالت دیگر رو استخدام بکنن و در بلند مدت به عبارتی ترکیب به اصطلاح جمعیتی و قومی کشمیر پتانسیالی به قول معروف یا بالقوه از بین خواهد رفت ممنونم از محمد وزیری